سرخط خبرها. حمله بر دفتر سازمان ملل متحد در هرات، یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. ولسوالی گذر هرات از وجود طالبان پاکسازی شد. وزرای دفاع ترکیه و افغانستان در خصوص امنیت میدان هوایی کابل گفتگو کردند. حمله طالبان بر شهر هرات، تمام پروازها لغو شده است. و مردم هرات اسماعیل خان را حمایت کردند. بنام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام، تا پایان با ما باشید. حمله بر دفتر سازمان ملل در هرات، یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما حمله بر محوطه دفتر خود در شهر هرات را تایید کرده و گفته این حمله منجر به کشته شدن یک محافظ افغان و زخمی شدن سایر افسران امنیتی شده است. طبق اعلامیه یونما، بخش ورودی محوطه سازمان ملل متحد که به گونه واضح به نام کمک سازمان ملل علامه گذاری شده بود، توسط عناصر ضد دولت امروز جمعه 8 اسد هدف اصابت هاون و گلوله قرار گرفته است. در این حادثه به کارگران سازمان ملل آسیب نرسیده است. نماینده خاص دبریکل سازمان ملل در افغانستان گفته است این حمله علیه سازمان ملل وحشتناک است و ما آن را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. او تاکید کرده است کاملان این حمله با شناسایی و با پاسخگویی کشانیده شوند. ولسوالی گذره هرات از وجود طالبان پاکسازی شد. قول اردوی عملیات خاص با نشریه خبرنامه‌ای میگوید که در جریان این درگیری و عملیات نیروهای هوایی بیش از 100 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک، قول اردوی عملیات خاص با نشریه خبرنامه‌ای میگوید که کماندوهای نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیجی‌های مردمی با حمایت قوای هوایی صبح امروز عملیات مشترک تصویبی را جهت پاکسازی ولسوالی گذره ولایت هرات از وجود طالب را اندازی نمودند. در ادامه این خبرنامه آمده است که لحظات قبل ولسوالی متذکره را از تصرف طالبان آزاد کردند. همچنان در جریان این درگیری و عملیات نیروهای هوایی پیش از 100 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. وزرای دفاع ترکیه و افغانستان در خصوص امنیت فرودگاه کابل گفتگو کردند. وزارت دفاع ترکیه با نشر یک اعلامیه اعلام کرده است که در جریان این گفتگو در خصوص روابط دو جانبه و امنیت منطقه و فرودگاه بین ملی کابل تبدیل نظر شد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور با بسم الله محمدی، وزرای دفاع ترکیه و افغانستان تای تماس تلفنی در خصوص امنیت میدان هوایی کابل گفتگو کردند. در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است در جریان این گفتگو در خصوص روابط دو جانبه و امنیت منطقه و فرودگاه بین ملی حامد کرزی تبدیل نظر شد. وزیر دفاع ترکیه خاطر نشان کرد که ترکیه مدت هاست که فعالیت های خود را برای صلح و رفاه برادران افغان انجام می دهد. و ما همان طور که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت تا جایی که وای بخواهد از مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. همچنین درباره اهمیت حفظ روند صلح در افغانستان نیز گفتگو شد. حمله طالبان بر شهر هرات، تمام پروازها لغو شده است. در دومین روز حمله طالبان بر شهر هرات، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در بخش‌های گوناگون شدت یافتند. با نزدیک شدن طالبان بر شهر هرات، تمام پروازها از میدان هوایی این ولایت لغو شده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولو نیوز، منابع در هرات میگویند که طالبان بر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد و برخی از پاسگاه‌های جنوب شهر هرات حمله‌های گروهی انجام دادند. با گفته این منابع، در این حمله دو نگهبان این دفتر کشته شده است. تا هنوز از تلفات برخواسته از درگیری های تازه گزارش نشده است. حمله های طالبان بر روز جمعه به چند بخش جنوب شهر هرات گسترش یافتند. عبدالقیوم رضایی باشنده هرات گفت مردم خانه هایشان را ترک کرده و به خانه های نزدیکانشان رفتند. اما طالبان و دیگر گروه های تروریستی بدانند که مردم امروز افغانستان مردم 20 سال پیش نیست. ولی محمد باشنده هرات گفت طالبان اگر مسلمان هستند بیایند صلح کنند. طالبان در افغانستان زنان را نمیگذارند که از خانه بیرون شوند، اما رهبرانشان در قطر با دختران نان و چای میخورند.
از دو روز به این سو در پل مانان در جنوب شهر هرات از شدت درگیری ها کاسته شده است. طالبان در آن سوی پل و نیروهای امنیتی در آن سوی این پل حضور دارند و با هم درگیری هستند. طالبان نتوانستند از طریق پل مالان خود را به شهر هرات برسانند و نیروهای امنیتی هم تا هنوز در آن طرف این پل پیشوی ندارند. نجیب الله سرباز ارتش گفت دو شبانه روز می شود که در خط نخست نبرد در برابر طالبان می جنگد. او می گوید طالبان در میان خانه های مردم جابجا شدند و بر نیروهای امنیتی گلوله باری می کنند. همچنان بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: امشب کماندوها در ساعات آسیب پذیر ولسوالی گذره در هرات مستقر شدند. اسماعیل خان از کمربندهای ولسوالی گذره دیدن کرده است. همچنان در یک پست دیگر بشیر احمد قاسانی: خبرنگاران محلی هرات، مردم هرات به فراخوان اسماعیل خان پاسخ مثبت دادند. هزاران هراتی امشب به درخواست اسماعیل خان با کمربندهای امنیتی این شهر حضور پیدا کرده است. جو بایدن: بازیگران منطقه‌ای دولت و طالبان را به سرگیری مذاکرات تشویق کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار کاهش خشونت در افغانستان شده و تاکید کرده است که بازیگران منطقه‌ای باید دولت و طالبان را تشویق کنند که بدون تأخیر به مذاکرات برگردند تا یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به دست آید. آقای بایدن این سخنان را جمعه 8 اسفند در اعلامیه‌ای در مورد انتقال اولین گروه از همکاران افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا بیان کرده است. صبح امروز اولین پرواز عملیات انتقال همکاران افغان نیروهای آمریکا که واجد شرایط ویزه مهاجرت ویژه یعنی CIV بودند به ایالات متحده آمریکا رسیده است. جو بایدن ضمن خوش آمدگویی به این افراد گفته است که امروز یک نقطه عطف مهم است، زیرا آمریکا به وعده‌های خود برای انتقال هزاران افغان که در کنار نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی طی 20 سال گذشته در افغانستان کار کردند عمل کرده است. او افزوده است که آمریکا به سرعت تلاش می‌کند تا افغان‌های واجد شرایط CIV را تا تکمیل پرونده‌شان از افغانستان خارج کنند و به ایالات متحده آمریکا یا تاسیسات آمریکا به کشورهای سلاست انتقال دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفته است که اگر چه سربازان آمریکایی در حال خروج از افغانستان هستند، اما آمریکا از طریق کمک‌های امنیتی به نیروهای افغان و همچنین کمک‌های بشردوستانه و انکشافی به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. او افزوده است که ما همچنین به پشتیبانی دیپلماتیک خود از روند صلح افغانستان ادامه خواهیم داد.